بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جواد آشوری هستم، یک تن از باشندگان کابل. جعفر احسانی شایان. خلیل الله ادیب هستم، یک تن از معلمین مکتب در خدمت معارف افغانستان هستم. محمد کاظم محمدی هستم، باشنده شهر کابل. گرچه عنوان خیلی قشنگ و زیبای هست، به خاطر که مؤلفه هایی که در حوزه توسعه هست، در حوزه صلح هست، همه از اینا برگشت میکنن به مو نهاد اصلی جامعه انسانی ما و شما که به نام علم باشه. و علم خودش در واقع زیر مجموعه های خود توسعه میته، صلح ایجاد میکنن، گسترش میتن و بعد و زاویه های دیگه را هم مد نظر میگیرن. تنها میتونیم همین بخش علم را میتونیم بگیم یک روزنه هست، یک وسیله و ابزار هست که جهان عدم خشونت یا یک جهان آری از هر نوع تبعیض، ناروایی ها و ناهنجاری ها را ما شما احساس بکنیم در درون جامعه انسانی خود. زمانی که صحبت از روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه میشه، ما اولین چیزی که بر ذهن ما میرسه، اولین مطلب و نکته مهمی که در ذهن ما میرسه این که اهمیت علم در دنیا بی نهایت زیاد است. دنیای امروزی که به یک دهکده کوچک تبدیل شده، خودش دلیلش، اساسش و تهدابش علم است. پس ما توسعه پایدار و صلح پایدار را زامنش را علم میبینیم. تنها راه حل بحران های کنونی جهان و جامعه بشری، اساس و تهدابش به شمول صلح و توسعه علم است. علم در خدمت صلح و توسعه این مفهوم میرسانه که با بالا رفتن سطح علم در جامعه، اولا صلح و ثبات در جامعه بیشتر میشه و بعد از او باعث مترقی شدن او جامعه میشه. خب قسمی که از خود عنوان پیداست، تمام علوم و تکنولوژی یا پیشرفت‌هایی که در این زمینه صورت گرفته باید در خدمت صلح و توسعه و پیشرفت جامعه بشری به کار گرفته شود. در صورت که در زمانی که سازمان ملل آمدن در ابعاد مختلف برنامه های خود میخواستن گسترش بتن، توسعه بتن، مجموعه یونسکو را هم که زیر مجموعهشان گرفتن، اهداف های مختلف را میخواستن طی بکنن. اما با در نظر داشته منشوری که در بخش یونسکو آمده و او در زیر مجموعه سازمان ملل متحد آمدن، در کل اهدافشان همون محو خشونت هستند و در کل همون پایه‌گذاری یک جامعه بر اساس یک معیارات انسانی هست که سازمان ملل و یونسکو اهدافشان بوده. معمولا بیشترین اهداف را که اینا این نهادها معمولا طی میکنن بخش توسعه علم و دانش را یک وسیله مطمئن برای پیشبرد اهداف خود تلقی میکنه. یک بخش است. بخش دیگه هم که است که یونسکو معمولا اهدافش است این است که بتانن اینمی علم را یک ابزار و وسیله برای کل انسان ها معرفی کنند. گرچند در جامعه ما و شما زیاد داریم که معمولا در بخش ابعاد علمی و فرهنگی دچار مشکلات هست. مثلا مثل جامعه افغانستان ما و شما که در حوزه علم و علم اینا دچار مشکلات هست. به این اساس خب میان اینا ایر پیشنهاد میکنن به عنوان یک وسیله و یک ابزار مطمئن که ما بتانیم از این مرحله عبور کنیم، بر اساس همین فهمی که از علم به وجود میان، بر اساس همون داشته هایی که از علم بر ما و شما عرضه میکنه. در این حوزه تا حدود این بخش ها را مد نظر گرفتن. خب هدف این نامگذاری است که تمام علوم و تکنولوژی و پیشرفت‌هایی که در این زمینه ساینس صورت گرفته باید جهت‌دهی شود تحت همین عنوان برای بکارگیری همین علوم و ساینس و تکنولوژی به خاطر پیشرفت و صلح و آرامش در جامعه بشری. به نظر من تمام رشته ها
نقش خود در این راستا دارن و ایتو دقیق نمیتونیم بگویم که کدام علم باعث صلح بیشتر در یک جامعه میشه. و به نظر من تمام علوم در این کار دخیل است. در جوامع بشری شاخه های علمی بی نهایت زیاد است به صورت فرعی یک دسته بندیم، اما به صورت کلی چند شاخه عمومی که قرار داره ما نمیتونیم تنها یک رشته را وابسته بسازیم که همین زمینه صلح و توسعه است. از نظر شخصی ما همه علوم نقش خود را در قسمت صلح و توسعه پایدار دارد، اما نظر فعلی شخص بنده ای است که رسانه های محترم مسئولیت بیشتر را دارد، به خاطر که 25 سال میشه دنیا تبدیل شده بر یک دهکده کوچک. 25 سال و چند ماه میشه که سازمان های اینترنتی فعال شده، گوگل به وجود آمده و همچنان برنامه هایی که در آینده ممکنه به وجود بیاید، اینها مسئولیت بیشتر را داره تبلیغ کنند راجع به صلح پایدار، راجع به سازندگی توسعه پایدار تبلیغ کنند. و در کنار رسانه ها شاخه علمی انسانی یا علوم انسانی بیشتر باید فعالیت کنه، به خاطر که اینها بیشتر با مردم و جوامع سر کار دارن. اما ما نمیتونیم تنها بگیم که جوامع را رسانه ها آگاه بسازه و کسایی که علوم انسانی را تدریس میکنن به وجود آوردن، بلکه همه به نوعی مسئولیت خود را داره. اما ما در پاسخ به سوال شما تنها نکات موثرتر را بیان کردم که یکش رسانه بود و دیگه‌ش هم شاخه از علوم انسانی بود که راجع به صلح و توسعه نقش بیشتری را داشتن، دارن و خواهند داشت. گرچه من حوزه تعلیمی ما خودم حقوق و علوم اسلامی هستم، رشته حقوق علوم اسلامی را خواندم، اون چی که من مد نظر داشتم در خصوص اینکه چقدر اینا تاثیرگذاری خود داره، ما در کل اگر یک نکته را مد نظر بگیریم، هر جامعه با هر معیارات و هر میزانی را که ما شما مد نظر میگیریم، این یک جامعه نیازمند یک سری از اصول و قواعد است. زمانی که ما اصول و قواعد را در یک جامعه مد نظر نگیریم و این اصول و قواعد نتانه رفتارها و هنجارهای یک جامعه را تعیین بکنه، قطعا بخشهای دیگه هم میلنگه. اما ما هدفم یا اون چیزی که در ذهن ما بوده که هدف ما این بود که ما از بخش حقوق میتانیم اما هنجارهای جامعه را و قواعد دستوری رفتاری جامعه را ما و شما بتانیم یک اصلاحات لازم بیاریم و در تطبیق او هم یک سر میکانیزم ها را مد نظر بگیریم که این بخش است و میتونه تاثیرگذاری خودم در حوزه توسعه و صلح داشته باشه. این بخش ما شخصا رشته انجینری سیول یا معماری مهندسی تحصیل کردم، حدود 3 سال قبل فارغ التحصیل شدم. در پاسخ به سوال شما، ما هم به نحو مسئولیت خود را داریم در رشته خود. ما به این گفته نمیتونیم تنها که ما انجینری خوندیم دیگه انجینری از این بخش ها جداست، بلکه ما هم مسئولیت های خود را داریم و ما میزان علاقمندیم در پاسخ به سوال شما به این رشته بی نهایت زیاد بود، به خاطر که سازندگی، خود کلمه سازندگی برای معنای خاص را داره. این سازندگی ممکن در راه صلح باشه، ممکنه در راه یک توسعه پایدار باشه و همچنان ممکنه در مورد آینده کشورم باشه، سازندگی کشورم باشه. یکی از اهداف اساسی که من انجینری سیول را خواندم در این سرزمین غم دیده و درد دیده، نجات مردمم از زندگی در ساختمان هایی که در با استاندارد پایین ساخته میشه و استاندارد های پایین ساخته میشه که قربانی نگیره، هموطنایم دیگه از دیگه طریق ها در طول سالیان نسال قربانی شده، حداقل از این راه ایمن زندگی کنند، بتوانند در خانه های راحت خواب کنند. اگر شما متوجه باشین چند روز پیشی که حادثه غرب افغانستان اتفاق افتاد، اینها برمیگرده به نحوی که همه باید مسئولیت پذیر باشه، خصوصا انجینران. و ما یکی از دلایل اساسیه که علاقمندی به این رشته داشتم سازندگی و عمرانی کشورم بود.
طبعا که براتون گفتم تمام علوم نقش خود برای رسیدن به صلح در جامعه دارن. خب به نظر من خود کامپیوتر ساینس هم نقش خود داره در جامعه برای رسیدن به صلح و ترقی، به خاطر که یک علم نو است و هر جامعه ای نیاز داره به این علم و رشته به خاطر رسیدن به اهداف خود. خب رشته طب معالجه، خب کما اینکه خودتان معلومات دارین، این رشته هیچ وقت در مسائل سیاسی، مسائل مثلا دیپلماتیک جنگی اینا دخالت نداره و در شرایط خیلی بحرانی و خطرناک هم کسی دکتر را کار نداره، چون نیروهای خدمات صحی میکنه. و فلسفه طب معالجوی یا رشته پزشکی این هست که ارائه خدمات درمانی و ارائه خدمات درمانی و صحی بکنه به جامعه بشری، و خود رشته صلح و آرامش میخواهد به جامعه هدیه بده. بله، تشکر. در پاسخ به سوال شما، همون قسمی که در اول برنامه تان پاسخ دادم، علوم انسانی شامل در تمام مضمون است و همچنان در تمام رشته ها نقش خود را علوم انسانی و جامعه شناسی دارد. انجینری عمران یا انجینری سیول رشته از سازندگی است، آبادانی است و آبادی یک سرزمین ضمانت میکند. ما مکانیزم های متعدد را، راهکارهای متعدد را باید در نظر بگیریم. از جمله یکی از اساسی ترین بخش رشته انجینری مهندسی است. شما ببینید ما باید در زمانی که مهندسی یک تعمیر را انجام میتیم، باید به عقیده های مردم و همچنان به رویش های مردم، سبک زندگی مردم احترام بگذاریم، نحوه زندگی مردم آگاهی داشته باشیم. منباب مثال ساختمانی که در کابل دیزاین میشه، ما نمیتونیم در مناطق دوردست افغانستان که با تنوع فرهنگی یا با فرهنگ متفاوت دیگر زندگی میکنه به این شیوه دیزاین کنیم. و ما خودم آرزوی میست که کاش ما به عنوان یک انجینیر بتانم یک ساختمان را یا یک تعمیر را با سازه های مستحکم و فولادین بسازم و در او با یک نمای خوب و صلح‌آمیز او تعمیر را دیزاین کرده بتانم، تا همه ملیت ها و مذاهب دنیا بدون ترس و واهمه از همدیگر در همو تعمیر، در یک تعمیر مثل همسایه زندگی کنند، و تا ما بتوانیم به نمایش بگذاریم چرا چیزی را که به دنیا نشان داده بتانیم که اینا ما به همچین تعمیر توانستیم صدها آین را در یک تعمیر جا بتیم و بدون کدام مشکل و خدای نخواسته کدام مشکلات جانی و بی احترامی به هم دیگر بتوانن یک زندگی با رفاه داشته باشن. خب راهکار که در این زمینه میتونیم زیاد بتیم، یک از راهکارهای ریشه‌ای و بنیادی است که از دوران مکتب یا از دوران طفولیت برای اطفال ما باید درس داده شود که از علم و ساینس و تکنولوژی برای صلح و توسعه و پیشرفت استفاده بکنن و خدای نکرده از این تکنولوژی و پیشرفتهایی که در این زمینه صورت گرفته برای جنگ و قتل و قتال استفاده نکنن. این یک راهکار. و راهکارهای بعدیشی است که آدم باید مضرات جنگ و مثلا خشونت را برای محصلین یا کسایی که میخواهد که علم آموز باشه یادآوری بکنه، تا یکی از راه از این جنگ و قتل و قتال و خشونت را اینا با اعماق وجود خود درک بکنه. و با این راه کار میتونیم که از جنگ و خشونت جلوگیری بکنیم و صلح و توسعه را در یک جامعه بنیادی بسازیم. خوب در افغانستان من احساس میکنم که اول یک مقدمه را اگر بگیریم که هر چیزی وابسته بگیم در واقع که یک خواستگاه داره. یعنی اگر ما شما یک فرهنگ را میخواییم که نهادی نکنیم، خواستگاه فرهنگ را باید بررسی کنیم که تا چی میزان این خواستگاه ها برآورده شده یا تا چی میزان این خواستگاه ها نزدیک است. یا مثلا ما شما اگر میخواییم در حوزه توسعه اقتصادی افغانستان بحث کنیم،
ببینیم که در بخش توسعه اقتصادی افغانستان تا چی میزان اونم زیر مجموعه و خواستگاه هایشان کار شده و بررسی صورت گرفته و مشکافی شده و تا چی میزان دستاورد صورت گرفته دستاورد به دست آمده تا آله. اما در بخش صلح و توسعه وقتی ما در افغانستان میاییم، ما اولین مؤلفه ای که نیازمندشان هستیم اونمو فهمی از وضعیت صلح هستند و فهمی از وضعیت توسعه هستند. ما در افغانستان وقتی مراجعه میکنیم به لایه های کوچک جامعه خود، هنوز فهمی از صلح و فهمی از توسعه در بنیه است. یه بگیم در واقع که خمیرمایهشان خام است، هنوز تا هنوز به پختگی دور هست، نرسیده هنوز. این یک بخش است و بخش دیگه ای کم هست فرهنگ است. ما زمانی که میایم در یک جامعه بررسی میکنیم فرهنگ صلح، فرهنگ توسعه را ما در یک جامعه وقتی که میبینیم، یک از مؤلفه های فرهنگ صلح و توسعه این عدم خشونت است. اما ما در جامعه خود میبینیم که خشونت به گراف بسیار بالای متاسفانه دست به گریبان جامعه ما هست. وقتی که ما از این به این نقطه برسیم که خشونت را در جامعه ما به این میزان میبینیم، یک جنبندی میکنیم که خب ما هنوز دور هستیم، نزدیک نیستیم، به خاطر که اونمو فرهنگ عدم خشونت، فرهنگ صلح پذیری، فرهنگ توسعه در لابلای ذهن آدم هایی که در این جامعه زندگی میکنه، در لابلای نمزی به یک نحوی به تصویر کشانده نشده. لذا ما احساس میکنم که یک مقدار دور هستیم، هنوز خمیرمایه ما خام است، تا هنوز نرسیدیم به این مرحله. اما وابسته به این هست که ما تا چی میزان میتونیم در این بود کار کنیم. زمان ما میتونیم به این بود یک نتیجه مطلوب و یک نتیجه ملموس را بگیریم که ما همین دو نکته اساسی را کار بکنیم، یکی فهمی از وضعیت صلح و توسعه را به وجود بیاریم که ما با در صورت و در شرایطی که صلح حاکم باشد، در صورتی که توسعه، در صورتی که صلح باشد، ما توسعه دست پیدا میتونیم، ما میتونیم مثلا یک جامعه انسانی و یک جامعه خوب را ما تجربه بکنیم. و در بخش دیگه‌ش هم فرهنگشان هست، یعنی فرهنگی را که ما مد نظر میگیریم تا چی میزان فرهنگ ما تاثیرگذاری شده، تا چی میزان کار شده. و یعنی نکاتی هست که معمولا ما احساس میکنم که ما یک مقدار دور هستیم، ولی نشوه که ما باز به این معنام نباشه گفت ما که ما بگیم که دیگه ما دور هستیم پس فراموش بکنیم، نه. همونطور که من به عنوان یک معلم تلاش میکنم، شب رو زحمت میکشم که یک دانش آموز من نتیجه بتن در آخر سال یک نتیجه خوب بگیریم، قطعا هر کدام ما به عنوان یک انسان در این جامعه مسئول هستیم و مسئولیت وجدانی و ایمانی و انسانی ما هست که ما برای باروری جامعه، برای رشد جامعه، برای پایداری صلح و توسعه در جامعه باید از هر گونه تلاش که در به عهده ما باشه، از هر گونه تلاش که در توان ما باشه، اینی می تلاش دریغ نکنیم، انجام بدیم. و ما خواهان از این هستم، از عموم دوستان، هموطنان خود خواهشمند هستیم که رنج و زحمت هایی را که ما سالهای سال متحمل شدیم کوشش بکنیم، کسی دیگر رنج و زحمت را از دوش ما بر نمی داره. ما و شما خود ما خانه خود را خود ما بسازیم. تشکر.